ما همراه بشیم با همکارم آرش علایی. آرش، پنتاگون میگه حضور نظامی خودش رو در خلیج فارس تقویت میکنه، همون مقدار نگه میداره تا مدت نامعلومی. جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم. به نظر میاد که الان آمریکایی‌ها در حال تقویت دست خودشون هستن در منطقه، به خاطر اینکه یک خبر دیگری هم که ما داشتیم که در چند ساعت پیش منتشر شد این است که دو تا از گروه‌های ضربت دریایی که یکیشون حداقل می‌دونیم در تنگه هرمز کارش گشت زنی است رو نیروهای آمریکایی که حالا به اسم نیروهای ائتلاف معرفی می‌شوند رهبریش رو دادن به عربستان سعودی و یک گروه ضربت دیگر هم به بحرین. یکی از این گروه‌های ضربت ائتلافی از 38 کشور و یکی دیگریش از 11 کشور. ادعا می‌شد که امارات متحده عربی 3-4 ماه پیش گفته بود از این گروه ائتلاف خارج می‌شود. حالا گزارش مطبوعات آمریکایی نشان می‌دهد که امارات متحده عربی هم خارج نشده است و هنوز در نیروهای ائتلاف باقی مانده است. و الان آمریکایی‌ها یک پیام خیلی مثبت، یک پیام خیلی جدی دارن میفرستند به اون دولت‌های حاشیه خلیج فارس، مخصوصاً بحرین و عربستان سعودی که مدت‌هاست میگویند که ناراضی هستند از حضور آمریکا در منطقه، به خاطر اینکه عکس‌العمل نشان نمی‌دهد نسبت به تهدیدات دریایی سپاه پاسداران. حالا با این وضعیت درست است که سعودی ها و بحرینی ها فرمان نخواهند داد به ارتش آمریکا و نیروی دریایی آمریکا، یک بخشی خواهند بود از یک نیروی ائتلافی و این هم یک مدل آمریکایی است رضا، یعنی مدل ائتلافی حتی در فیلم های آمریکایی هم شما میبینید کلانتر میخواد بره سراغ آدم های بد، یک سری از آدم های دیگه داوطلبانه میان بهش اضافه میشن، به این معنی نیست که کلانتر قراره اثر بده دست اونا، هنوز اون کلانتر باقی خواهند ماند و این آمریکا اینو در واقع آمریکایی‌ها دارن انجام میدن که دست خودشون رو قوی‌تر کنن در منطقه. در این حال سیگنال خیلی مستقیمی هم به تهران میفرستند در مورد اینکه اگر قرار است که تهدیدات سپاه پاسداران به همون نحوه سابق ادامه پیدا کنه، رویترز میگوید در حدود 2 سال پیش ایران نزدیک به از 2 سال پیش تا حالا بیش از 20 کشتی سپاه پاسداران حمله کرده یا سعی کرده توقیف کنه یا به سوی اونها شلیک کرده. از اینجا به بعد نیروهای آمریکایی مستقر خواهند بود در خیلی از این نفتکش‌ها و هر گونه تهاجمی به این کشتی‌ها مصادف با در واقع تهاجم به نیروی دریایی آمریکا تلقی خواهد شد. از اون طرف هم آمریکایی‌ها دارن یه سیگنالی می‌فرستن به تمام کشورهای منطقه که اگر می‌خواهند امنیت داشته باشند در منطقه، مثلا امنیت دریایی، خودشون باید دست به کار بشن تا یه حدودی، همش نباید چشمشون به دست آمریکایی‌ها باشه که حالا کشتی جنگی می‌فرستن یا ناو هواپیما برای آخر، باید سعی کنن خودشون هم درگیرشن در این قضیه و سعی کنن امنیت منطقه رو تأمین کنن. بسیار ممنونم از تو آرش علایی، همکارم که از کنگره آمریکا ما رو همراهی کردی.